الو، الو، به کجایی آخه عزیز من؟ از کی دارم زنگ میزنم؟ تلفن رو جواب بده. تابش تلفن توی اتاق بود، من بیرون بودم. بیرون کجا؟ پیش مادر بزرگ بودم. فائزه، چند بار بهت گفتم که خیلی نرو اونجا. یه دفعه یه کاری میکنن آدم ناراحت میشه دیگه. ولی تابشون حالش خوبه. تازه خبر داری؟ امروز به هم اجازه دادن از اتاق ببرمشون بیرون. اجازه دادن؟ یعنی چی؟ کی به اجازه داد؟ مامان. مامانم؟ بله، مامانت. تازه داشتم بیرون می بردمشون. باشه، لطفاً یکی رو با خودت ببر، تنها نرو. باشه، حتماً. تابش، میدونی مادر بزرگ خیلی یاد پسرش افتاده. چه فایده؟ یه احساس علکی. تا حالا بهش زنگم نزده. چطور میتونی این حرفو بزنی؟ فائزه، تو خبر نداری، اما حقیقت همینه، اوکی؟ از وقتی اون آدم از خونه رفت، ماها فهمیدیم چه خبره. یه زنگم نزد که حداقل حال مادرشو بپرسه. چقدر مادرش یادشه؟ ولی شاید سعیشو کرده که باهاتون تماس بگیره. یا حتی شایدم مریضه. یا شایدم برای سیر کردن شکم زن و بچهش داره سخت کار میکنه. چی میگی؟ چه حرفایی میزنی تو؟ ها؟ آدمی که اینقدر ثروت داره بعد همه رو بذاره بره با یه زنی ازدواج کنه که هیچ کس ازش خوشش نمیاد، بعد بره کارگری کنه، زحمت بکشه، لگد به بختش بزنه که بعد چی بشه؟ آخه چی داری میگی فائزه؟ تابش، تو چطوری میتونی در مورد بخت و اقبال یکی تصمیم بگیری؟ شاید واقعا مجبوره، یا داره به قولش عمل میکنه. اون زن رو دوست داره و داره برای به دست آوردنش همه این کارا رو میکنه. برای به دست آوردن اون زن چه کارو کرده؟ چه چیزایی رو از دست داده؟ همه رو خوب میدونم. آها، حالا اگه من ازت بپرسم که تو هیچ وقت سعی کردی پیداش کنی، یا اینکه پدرت اصلا گش ببینه که اون کجاست، یا اینکه اوضاعش چطوره؟ اصلا شاید اون آدم فراموشی گرفته باشه. چه ایدئولوژیایی داری تو؟ اون مشروب خور بود، همیشه مست میکرد. من پدر خودم رو صد بار دیدم که به خاطر اون آدم گریه میکرد. دیدم جلوی مادرم خجالت زده شد. مادرش همیشه اونو سرزنش میکنه با اینکه بابای من هیچ وقت کار اشتباهی نکرده. یه چیزی بهت بگم، مگه هیچ وقت بابام مامانم رو امتحان نکرد؟ مگه من هیچ وقت تو رو امتحان نمیکنم فائزه؟ بسه تابش، بسه. داری به یه آدم تهمت میزنی در صورتی که از واقعیت خبر نداری. این یه ظلم خیلی بزرگه. به خاطر خدا این حرفا رو نزن فائزه. حالت خوبه؟ سرحالی؟ چرا یهو اینطوری شدی؟ هیچی، از حرفات خوشم نیومد. من فقط یه مادر رو دیدم که داشت به خاطر پسرش گریه میکرد و اشک میریخت. دلتنگش بود. بعد تو داری این حرفا رو به من میزنی. اوه، ببخشید عزیزم، خودمم خیلی احساساتی میشم. تو نمیدونی که ماها چقدر حالمون بده. خب من حتی نمیدونم این اتفاقات تا کی قراره ادامه داشته باشه. چی بهت بگم آخه فائزه؟ تابش، یه چیز رو یادت باشه، تو همه چیز داری، همه چی. چیزی که از این خونه رفت یه دست خالی بود. ممکنه هنوزم دستش خالی باشه. برو تو، مادر بزرگو میخواستی ببری بیرون. منم واقعا متاسفم، اصلا فکر نکردم ممکنه حرفام اینقدر رو تأثیر بذارم. اگه تو ارزش یه زن رو میدونستی، هیچ وقت اینطوری حرف نمیزدی. خداحافظ.